مردم باز هم به اصول بهداشتی خواهش میکنم توجه بکنن، باز هم رفت و آمدشون در حد ضرورت باشه، مراجعهشون به محل کسب و کار، به مغازه ها در حد ضرورت باشه. کاسبان محترمم، تجار محترمم، عزیزان ما در بخش اقتصادم، اونا هم مراقبت کنن، همه اصول بهداشتی رو مد نظر قرار بدن. گرداندن چرخ اقتصاد همزمان با ایستادن در برابر ویروس مرگبار. روحانی میگوید اروپا باید از ایران یاد بگیرد. سیاست دولت ایران در برابر کرونا باعث آرامش خیال است یا مایه نگرانی؟ از میهمانان امشب میپرسیم مخالفان لغو محدودیت ها از چه نگرانند؟ همچنین در برنامه امشب خار کرونا در گلوی اقتصاد جهان، درآمد سرانه در 170 کشور پایین می آید. یک نمونه کم نظیر در اروپا، با 10,000 مبتلا و 900 قربانی چرا سوئد زیر بار قرنطینه نمی رود؟ و بریتانیا در ازای 10,000 قربانی در روز عید پاک، یک مشاور دولت می گوید شمار قربانیان در این کشور شاید از ایتالیا هم بیشتر شود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ویروس کرونا روز عید پاک مسیحیان را تبدیل به عزای محض کرده در سراسر جهان و تقریبا برای هر دین و مذهبی. آمار جانباختگان در آمریکا از 20,000 و شمار قربانیان در بریتانیا از 10,000 گذشته. در ایران البته رئیس جمهوری میگوید طوری با این ویروس مقابله شده که رشک برانگیز بوده، بهتر از کشورهایی با سیستم‌های درمانی پیشرفته. به همین دلیل ایران گام بعدی را برای باز کردن کسب و کارها و کاهش محدودیت‌های رفت آمد برداشته. البته کسب و کارهای کم خطر و به گفته دولت با رعایت احتیاط. حالا که دولت ایران درست یا غلط پا در مسیر کاهش محدودیت‌ها برداشته، در کوچه و خیابان و محل کار چه باید کرد؟ آنهایی که به دولت میگویند نباید محدودیت‌ها را بردارد، از چه سناریویی می‌ترسند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از سیاوش اردلان. آنچه دولت ایران می‌خواهد به دنیا نشان بدهد این است: ما به رغم از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی توانستیم کرونا را مهار کنیم. کلید واژه این ایده که دولت ایران ابداع کرده فاصله گذاری اجتماعی هوشمند است. فرق فاصله گذاری اجتماعی هوشمند با فاصله گذاری اجتماعی که سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند می‌تواند فاصله مرگ و زندگی باشد. اجرای فاصله گذاری اجتماعی هوشمند همانقدر برای این مردم در صف یک بانک در اهواز دشوار است که برای گردانندگان سیستم حمل و نقل عمومی تهران. در پله بعدی تجمع ایجاد میشه و این فواصل و این فواصل 1.5 متر اصلا قابل رعایت کردن به خاطر اینکه اصلا شبکه حمل و نقل مترو برای انبوه بعدی طراحی شده. اگر بخوام فاصله 1.5 متر انجام بدن، این دالان ها، این راهروها، اینا اصلا جوابگو نیست، ولی ما سعی میکنیم همش انجام بدیم. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با این پیام به جلسه امروز هیئت دولت آمد که از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی ادامه می‌یابد و بیشتر هم می‌شود. از امروز تردد بین شهرستان‌ها در استان‌ها طور کامل آزاده. بین استان‌ها هم که فعلاً ممنوع هست و می‌گیم بین این استان و اون استان تردد نباشه، این هم از روز اول اردیبهشت این ترددها آزاد میشه انشاءالله. رفت آمدهای مردم کاهش های 60-70 درصدی نشان می‌دهد و دولت هم راضی شده در ماه رمضان از اجتماعات مردم جلوگیری شود. ولی همین مقدار فعالیت هایی که از سر گرفته شده باعث نگرانی کارشناسان بهداشت است. یا ویروس خودش تغییر بکنه مثل... که در لابلای همصدایی مسئولان نظام بهداشت و درمان با دولت نیز شنیده می شود. بازگشایی های زود هنگام که باعث شروع بیماری بشه خود برای خود اقتصاد هم مضرتره در میامد. از صحبت های مسئولان بهداشت ایران چنین برمی آید که می خواهند بگویند اگر مردم رعایت نکنند
دولت هم موفق نمی شود. ببینید از ما توصیه به مردم میتونیم بکنیم، ولی اگه تعداد زیادی هشت صبح بعد سر کار باشن یا چهار کارشون تموم میشه یا غروب هست و ظرفیت حمل و نقل ما هم دچار محدودیت است، حتما دچار مشکل خواهیم شد. توجیه استراتژی دولت شاید برای مردمی که میخواهند به سر کار بروند آسان باشد، اما چون مبنای آن همکاری داوطلبانه مردم است، می تواند باعث سردرگمی مردم هم بشود. اما استناد حسن روحانی و دولت مردانش به آمار رسمی دولت است که به گفته او نشان می دهد ایران بهتر از اروپا ویروس کرونا را مدیریت کرده. نمی دونید این ماهواره ها چه خاکی به سر می کنند، چه عصبانیتی. میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره. خب بله بهتره، وضع ما امروز در مقابله با کرونا از شما بهتر ما داریم مقابله میکنیم. آمار تلفات ایران تاکنون 4500 نفر را نشان میدهد. اگر این آمار درست باشد و تلفات 1-2% ملاک باشد، تعداد مبتلاها باید قاعدتاً خیلی بیشتر از رقم 70,000 نفری باشد که دولت رسماً اعلام کرده. حسن روحانی خود در میان صحبت‌های امروزش از یک نمونه کوچک آماری دولت در یکی از نقاط کشور خبر داد. آمار نمونه‌ای که در همین جلسه اعلام شد، این آمار نمونه مربوط به زنجان بود، دیدیم که در اون آمار نمونه افرادی که اون جمع مورد بررسی قرار گرفته بودن 18% مبتلا بودند. بعد تو مرحله بعد رفتن دیدن 21% اینایی که در تماس بودن مبتلا هستند. کارشناسان بهداشت هشدار میدهند که اگر دولت‌های جهان سختگیری‌های خود را در خصوص قرنطینه ادامه ندهند، ویروس کرونا هم میماند، مگر اینکه دولت ایران بتواند خلافش را به دنیا ثابت کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی دانشگاه ییل از نیو هیون در ایالت کانتیکت آمریکا با ماست، و همینطور دکتر آرش علایی، مدیر مؤسسه بین المللی سلامت آموزش از نیویورک با ما هستند. سوال اول را از آقای دکتر علایی میپرسم. آقای دکتر علایی، فعلا گویا مردم باید برن توی کوچه و خیابان، در این صورت افراد از نظر شما چه کاری میتونن بکنن که خودشون رو حفاظت کنند؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و تشکر از اینکه از من دعوت کردیم. ببینید، موضوع ایران، من بخوام ساده بگم، مانند یک کودک 5-6 ساله است که افتاده دست قیمش که آقای روحانی است، و آقای روحانی این کودک بیمار را میبرد پیش پزشکان، بهداشتکاران، متخصصین امری که بیماری رو بخوان هم تشخیص بدن هم دوا بدن، ولی به حرف هیچ کدام از اون متخصصین که داخل ایرانن و بیرون ایرانن گوش نمیدن. یعنی اینکه بهترین درمان برای این کودک که این ایران زمین است، 1 قرنطینه کردن، 2 ایزوله کردن، 3 فاصله فیزیکی و انجام تست. یعنی 4 تا کار رو باید با هم انجام میدادن. آقای روحانی صحبت‌های تخصصی ری که در حوزه کار ایشان نیست میان در عموم میگن و متاسفانه از بدنه بهداشتی و متخصص خودش استفاده نمی کنن. در همین صحبتی که شما در گزارشتان بود میگن که افراد رفتن در استان زنجان تحقیق کردن دیدن چند نفر مثبت بوده و درصد بیشتری در تماس با اونها بودن. یعنی اینکه این دوتا موضوعی که افراد باید وقتی مبتلا هستند ایزوله بشن و وقتی که حدس میزنیم در تماس بودن بدون اینکه علامت داشته باشن باید قرنطینه بشن و فاصله اجتماعی تست. پس این بهترین فرصت که پدر یا قیم گوش نمیده، حالا میگه که من اصرار دارم این داروی شما نسخه شما رو قبول ندارم، نسخه خودم هست. ما حالا باید بیایم به عنوان یه پزشک چیکار کنیم؟ بیایم یه راهکاری بدیم که حالا این پدر، این قیمی که گوش نمیده و میخواد رهاسازی اجتماعی کنه چه راههایی هست. تو گزارش شما هم بود، یک اینه که وقتی که افراد میرن سر کار، الان قشر بی‌بضاعت کم درآمدن که میخوان برن سر کارشان. قشر کم درآمد که ماشین خصوصی نداره، که باید از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کنه. وسیله حمل و نقل عمومی باید باعث تمرکز افراد و انتقال بیماری میشه. باید اینها بیان یک برنامه بذارن، شیفت بندی کنن افراد و پروتکل های مختلفی که من در ادامه خدمت را عرض میکنم ارائه. حتما برمیگردیم به اینا. آقای دکتر احمدی، این احتیاط هایی که توصیه میشه در شهری متراکم مثل تهران با ترافیک سنگین، با سیستم حمل و نقل مزدحم،
اصلا قابل اجرا هست؟ اصلا این توصیه های آقای روحانی عملی شدنی هست؟ ببینید، سیاستی که این حکومت انتخاب کرده این هستش که و به دنیا هم داره میگه، میگه که ما یک ایمنی گله‌ای درست میکنیم و این در واقع امکان ناپذیره. 4 مشکل اساسی داره این سیاست، مسئله فقط ازدحام و تراکم جمعیت نیست. ببینید، اولا باهای این امنیتی که از ایمنی گله‌ای دست میاد، این رو مردم فقیر و زحمتکش میپردازن، یعنی در واقع آخوندها و ثروتمندان و غیره توی ویلاهاشون توی قشم و کیش مینشینن برای اینکه 60% جمعیت بیاد و بگیره و مرگ و میر توی اون 60% اتفاق میفته برای اینکه جامعه برای اونها امن بشه. مشکل دوم این است و این ناعادلانه است. مشکل دوم این است که سیستم درمانی ایران اصلا نابود میشه، یعنی اصلا همین الان هم قادر به مدیریت این تعداد بیمار نیست. اگر شما 60% افراد جامعه رو مبتلا بکنید، یعنی 42 میلیون مبتلا بشن، حداقل 4 میلیون خدمات بیمارستانی و درمانی لازم دارن و 1 میلیون شما باید در این ICU داشته باشید. این هیچ کشوری قادر نیست این رو پاسخگو بده و جواب بده، و برای همینه که حتی کشورهای اروپایی هم اون سیاستی رو که اول اتخاذ کرده بودن مثل انگلیس و ایتالیا ول کردن و به قرنطینه پرداختن. مشکل سوم اینه که پرسنل درمانی شما نابود میشه. ببینید، اینا در معرض لود بالای ویروس قرار دارن، بیخوابی، کار شدید، اعصاب خراب، استرس، اینها رو به زانو در میاره. ما بخشی از گرانبهاترین مهمترین نیروی جامعهمون رو در نتیجه فدا میکنیم. و مورد چهارم آقای دکتر احمدی، اینکه ما اصلا نمیدونیم این ایمنی به وجود میاد یا نه، یعنی اصلا ما نمیدونیم الان که کسی که میگیره تا چه مدت ایمنه و آیا دوباره میگیره یا نه. یعنی این اصلا بزرگترین مشکل و بدبختی سیاستی است که آقای روحانی داره تبلیغ میکنه. یعنی شما میفرمایید که خیلی معلوم هم نیست که نتیجه بده، ولی آیا دکتر علایی شما فرمودید که خب در شرایطی که چنین واقعیتی بر جامعه تحمیل شده، صرف نظر از موضوع حمل و نقل که توضیح دادید، چه کار دیگه ای میشه کرد؟ من بخوام تاکید میخوام بکنم که این سلب مسئولیت نمیکنه که آقای روحانی گوش نمیده به توصیه اول که بهترین راهکارها بود. حالا برگردیم ببینیم این قیم گوش نمیده و میگه اصرار داره به حرفش. ببینید، یک، همونجوری که عرض کردم، باید فاصله ها رو زیاد کرد. وقتی فاصله ها رو از حمل نقل عمومی نمیشه انجام داد، شیفت بندی کارها کرد. آقای روحانی میگن که ما مشاغل پرخطر و مشاغل کم خطر درست کردیم. من نمیدونم این واژه از کجا آورده. همه مشاغل الان پرخطر هستن، مشاغل رو باید طور دیگه دسته‌بندی کنن. مشاغل ضروری، مشاغل میانه و مشاغل کمتر ضروری و لوکس، و بر اساس این برنامه بریزن. مثلا برای شما بگم، میگن که مشاغل پرخطر ما گفتیم نیان. خب حمل و نقل عمومی، بیمارستان‌ها، اینها مشاغل پرخطرن، ولی باید کار کنن، چون اگر مردم میخوان برن بیرون چطور میخوان برن بیرون؟ پس دستبندی اشتباس. دو، همونطوری که دکتر احمدی فرمودن، چون این رهاسازی باعث میشه که تعداد مبتلایان زیاد میشه، 2 کار باید انجام دن. 1، در دسترس قرار دادن تست به وفور، یعنی بحث میلیون ها تسته، نه بحث 100,000 و 200,000. و سوم اینه که چون تعداد مبتلایان زیاد میشه، به تناسب تعداد افرادی که علامت دار میشن و نیاز به مراقبت های ویژه دارن در بیمارستانی زیاد میشن، باید آماده باشه کامل اعلام کنن و چرخه بیماری که وقتی هجوم میشه رو به بیمارستان ها تدارک ببینن که کدام بیمارا نیاز هست در بخش های مراقبت های ویژه باشه، کدام بیمارها در بخش های عمومی. و نکته ای که تا حالا نگفتن، من میخوام اینجا تاکید کنم، اینه که باید ببینیم افرادی که تشخیص شدن و در بیمارستان شاید به خاطر یک مراجعه اولیه رفتن و آمدن بیرون، یا حتی بیمارستان نرفتن، اونها چه برنامه‌ای براشون دارن؟ چون افراد، ما می‌دونیم 3 تا 4 هفته افراد مبتلا خطر انتقال بیماری رو دارن. پس برای اونها باید یک ایزولیشن و مکان‌های بزرگی مثل این که مثل همین نمایشگاه بزرگ تهران یا سالن‌های دیگه باید تأمین کنن که بتونن اونجا بیمارا رو نگه دارن و فوت کم کنن. بله، آقای دکتر احمدی شما فرمودید که سناریوی ترسناکی رو در حقیقت توصیف کردید، گفتید که این اتفاق ها ممکنه بیفته. اگر بخواید بر روی مشکل آفرین ترین بخش اون انگشت بگذارید، از نظر شما چه خواهد بود؟ فکر میکنید که اگر این مدلی که دولت پیاده کرده جواب نداد، مهمترین مشکل و مهمترین پدیدش چه خواهد بود؟
والا مهمترین پدیدهش همون پدیده است که آقای روحانی میترسه ازش و قرنطینه اعلام نمیکنه، یعنی اینکه مردم گرسنه به خیابون بریزن. ببینید شما با عدم قرنطینه هم بالاخره این مردم میفهمن که در هر حال مرگ در انتظارشونه و چیزی برای از دست دادن ندارن و با دست خالی به شما که دندان خودت رو مسلح کردی هم هجوم میارن. هیچ ملتی تا ابد توی صف مرگ خودش منتظر نمیشینه. متشکرم، سپاسگزارم از دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی دانشگاه ییل از ایالت کانتیکت آمریکا با ما، و همینطور دکتر آرش علایی، مدیر مؤسسه بین المللی سلامت و آموزش از نیویورک. و اما در تلگرام از مشاهدات شما از بازگشایی مشاغل در شهر شما پرسیده بودیم و اینکه اگر مجبور هستید سر کار برید چطور از خودتون در برابر کرونا محافظت میکنید. تعدادی از پاسخهای شما رو که برای ما فرستادید با هم دیگه میشنویم. 52 دقیقه صبح ازش نیست، ببینید چه ترافیکی هست تو تهران، وقت تو اقصان نقاط دنیا از آمریکا گرفته تا ایتالیا و اسپانیا و انگلستان همه رو قرنطینه کردم و توی قرنطینه دارم از $1,000 و $1,000 و €1,000 شروع دارم میکنم برای مردم هزینه میکنم که مردم در خونه هاشون بمونن. ما اینجا مجبوریم بریم سر کار که اخراج نشیم، لقمه‌نو به دست بیاریم. حسن، ما هم اگر دار فانی رو ودا گفتیم، اسم شهید رو لقب نمیگیریم، اما برای این مرز و بوم داریم کار میکنیم، برای آرامش مردممون داریم کار میکنیم، خانواده همون، اجتماع هم. من این ویدیوی که فرستادم نمیخوام که مثلا با حالت اعتراض‌آمیز جلوه داده بشه. خب ما هم مثل سایر اقشار جامعه، حالا مثل کادر درمانیمون، مثل پلیسامون، مثل نیروهای مسلحمون، ما هم وظیفه رو عهده داریم. چرخ صنعت این مملکت به دست ما داره میچرخه، اقتصاد این مملکت با تولیدش داره میچرخه. ما هم گوشه ای از کار رو گرفتیم. بیشتر منظورم این بود که اگر ما هم اگر گرفتاری اتفاق برامون افتاد، ما هم در رونق کشترمون سهیمیم. همین. من هم از هفته قبل کارم رو شروع کردم. شدیداً شرایط سخت و استرس‌زایی، یعنی فشار روحی و روانی شدیدی به آدم میاره. از خونه خارج شدم به خاطر اینکه شما آروم آروم میفهمی که کنترل خیلی زیادی هم روی محیط پیرامونت نداری و نمیتونی شرایط رو کنترل بکنی. مدام دستات رو میشوری، مدام در واقع ضد عفونی میکنی، ولی نهایتاً فکر میکنی که یک گوشه ای از لباست یا مثلا نونی که داری میخوری یا غذایی که در واقع و همراه خودت آوردی یه ویروس کرونایی است که موذیانه داره لبخند میزنه و احتمالاً همراه با این غذا وارد بدنت میشه و بدتر از اون در واقع نگاهیه که به دیگران داری، به این فکر میکنی که خب آدمایی که باهاشون در ارتباط کاری هستی ممکنه که کرونا داشته باشن ولی هیچ نشونه ای نداشته باشن. اوایل ساعت کار ما رو کم کرده بودن ولی الان اون رو هم لغو کردن. مجبور هستیم که تا پایان وقت توی شرکت بمونیم. از طرف برای رفت و آمد من مجبورم یه جایی رو تاکسی سوارشم. با وجود اینکه تاکسی رانی اعلام کرده که اون پشت باید دو نفر بشینن، همچنان راننده ها تاکید دارن که نه، سه نفر باید سوار بشه و حرفشون هم اینه که ما هم اینجوری ضرر میکنیم، قیمت بنزین اینقدر و کرایه ها هم همینجوریش کمه، اینجوری پایین تر میاد و برای ما اصلا نمیصرفه. مغازه من داخل یک پاساژ از اول فروردین تا الان بسته بوده و تا آخر ماه هم بسته است. یک ماه ما بیکار بودیم، تعطیل بودیم، هیچ گونه کاسبی نداشتیم. برج 12 به خاطر کرونا، این ویروس کرونایی که اومد، بازار خیلی خلوت بود. خب این باعث شد که ما حتی توی برج 12 هم کاسبی نداشته باشیم. جلسه‌ای که حتی به صورت چکی ما خرید کردیم فروش نشده، کلی بدهی داریم. از این ورم صاحب ملکا به ما رو ما فشار آوردن، میگن باید با این برج و این کرایه این ماهو باید بدیم با اینکه تعطیل بوده. برای چی دولت هیچ فکری برای ماها نمی کنه؟ الان من باید چیکار کنم؟
صدای شماری از بینندگان و شنوندگان ما بودند که تجربیات خودشون رو با ما در میان گذاشتن. دکتر سینا باوری، مشاور سازمان بهداشت جهانی در مورد بیماری کووید 19 از فردریک مریلند با ماست. آقای دکتر باوری بنیانگذار و رئیس دایره پژوهش شرکت مشاوره اچ بایو اینویشن هم هستند. آقای دکتر، شما با نهادهای متعددی در تماس هستید، هر روزی هم که میگذره این سوال با جدیت و فوریت بیشتری مطرح میشه، از واکسن چه خبر؟ چندین واکسن هستش که ما داریم روشون در کلینیک مون کار میکنیم. در مرحله اول داریم آزمایش میکنیم واکسن ها رو، داریم نگاه میکنیم به ایمنی و سلامت این واکسن ها، و حدوداً 40 نامزد دیگه هم داریم که اونها هم به عنوان واکسن قرار مورد آزمایش قرار بگیرن. بنابراین در یک مقطعی تمام این واکسن ها رو در مرحله کلینیکی مورد آزمایش قرار میدیم و بینشون انتخاب میکنیم که کدومشون رو وارد مرحله بعدی بکنیم که مؤثر باشه. شما با ارتش 9 تا 18 ماه طول بکشه کل این فرایند. شما با ارتش آمریکا هم همکاری هایی داشتید، اطلاعاتی از اونجا هم دارید. نهادهای متعددی در ارتش آمریکا هستند که پیگیر این مسئله هستند، در اونجا چه خبر؟ من فکر کنم اونها الان در این مرحله هستن که به دنبال شناسایی یک واکسن هستن که واکسن بتونه مرحله بعدی رو ببرن. من فکر نمی کنم اونها هنوز تونستن اون واکسن های نامزدی رو انتخاب بکنن که بفرستنش به مرحله آزمایش های کلینیکی. در هر صورت رسیدن به واکسن یک هدفه، ولی این که اون رو در دسترس عموم قرار بدن در سطح جهانی موضوعی دیگه. چقدر طول میکشه که بر فرض اگر واکسنی ساخته بشه در اختیار همه قرار بگیره، از تهران گرفته تا نیویورک و تا آفریقا و هند مثلا؟ پس بذاریم براتون توضیح بدم. و اینم یک چیزی هستش که یک تصور اشتباهی هستش که خیلی ها دارن این رو رفع بکنن. ببینید، شما اگه یک واکسن داشته باشین، یعنی یه چیزی دارین که میتونین مثلا از شما یه حفاظتی داره، از یه موش یا از یه میمون داره واکسن حفاظت بکنه. لزوما به این معنی نیستش که از یه انسان حمایت و حفاظت خواهد کرد. بنابراین شما وقتی از این مرحله اول بگذری فقط رو حیوانا کار میکنه، ولی بعد مرحله دوم بشین نگاه میکنه به ایمنی واکسن برای آدم ها. بعد شما از حدود ده ها آدم آزمایش میکنین، بعد وارد این مرحله میشین که صدها هزاران آدم رو مورد آزمایش قرار میدین، و اونجا هست که میتونید بفهمید آیا واقعا این واکسن میتونه از آدم ها حفاظت بکنه یا نه. اون موقع شما مرحله سوم میشین. تو مرحله هستش که وارد استفاده فراگیر از واکسن میشین. تو مرحله به هزاره ده ها هزار آدم نگاه میکنی که اونها مورد آزمایش قرار بدین. شما واکسنی که مثلا میخواین انجام بدین برای کار کردن روی چند آدم، و بعد این واکسن رو مرحله برسونید که در مقیاس میلیون ها و ده ها میلیون بخواین رو تولید بکنین، یه چالش بسیار بزرگ هست. فکر میکنم شرکت های متعدد داروسازی باید با هم دیگه همکاری بکنن با کمک فراوان دولت ها که بتونن چنین واکسن رو بعد از گذرنده تمام مرحله در مقیاس انبوه تولید بکنن، و اون به نظر من بیشتر از 18 ماه طول خواهد کشید. ممنونم از دکتر سینا باوری، مشاور سازمان بهداشت جهانی در مورد بیماری کووید 19 از ایالت مریلند در آمریکا. سقوط بازارهای بورس، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری میلیون ها نفر، اینها تنها بخشی از آسیب بزرگی است که ویروس کرونا به اقتصاد جهان زده. از آمریکا تا ایران چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته و نیروی کار را خانه نشین کرده. بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به آثار اقتصادی بحران کرونا تا به اینجا و تصویری که فعلا از آینده داریم. بحرانی که اقتصاد دنیا را از نفس انداخته. شیوع ویروس کرونا باعث شده بخش قابل توجهی از مردم دنیا به دلیل بیماری یا برای جلوگیری از بیمار شدن به سر کار نروند.
کرکره های کشیده و خیابان های خالی از مشتری چند وقتی است که به یک منظره عادی در گوشه و کنار دنیا تبدیل شده، ولی تلاش برای حفظ جان مردم ضربه سنگینی به اقتصاد زده. در این کارخانه تولید دوچرخه‌های تاشو در بریتانیا میزان تولید آنقدر پایین آمده که همه میتوانند با رعایت فاصله کار کنند. این بحران یک تفاوت عمده با بحران‌های قبلی دارد، آن هم اینکه بحرانی مالی ناشی از خشک شدن بازارهای سرمایه نیست، بلکه مشکل خانه نشینی مشتری و نیروی کار است. یه دفعه زد به اروپا و توی یه چشم به هم زدن 30% تقاضای ما از بین رفت. نوبت به زنجیره تأمین ما رسید، چون در بریتانیا قرنطینه داشتیم. بعد نوبت به کارگرامون شد. در نتیجه هم بازار، هم زنجیره تأمین و هم نیروی کارمون یه دفعه ضربه خورد. به گفته سازمان جهانی کار، شیوع کرونا باعث شده 81% نیروی کار دنیا، یعنی 2,700,000,000 نفر با تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن محل کارشان مواجه شوند. اولین نتیجه چنین اتفاقی این است که مردم محتاج نان شبشان می شوند. اینجا در نیو اورلان آمریکا خیلی ها دست کمک به سوی خیریه ها دراز کردند. دیروز به یه مرد جوونی کمک میکردم که میگفت قبلا هفته $1,500 درآمد داشته، ولی حالا باید با کمک هزینه بیکاری $200 سر کنه. میگفت من چه شکلی خرج خانوادمو بدم. آمارها نشان می‌دهد تنها در 3 هفته نزدیک به 17 میلیون نفر در آمریکا، این بزرگترین اقتصاد دنیا، بیکار شدند. بانک جی پی مورگان پیش بینی کرده که در پایان 3 ماه دوم سال 2020، یعنی 2 ماه و اندی دیگر، نرخ رشد اقتصادی آمریکا به -40% برسد. صندوق بین المللی پول می‌گوید وضع تقریبا همه کشورهای دنیا همین است. کاملا مشخص است که نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 منفی است. در واقع ما فکر می‌کنیم شاهد شدیدترین ضربه از زمان رکود بزرگ دهه 1930 باشیم. همین 3 ماه پیش انتظار داشتیم که در طول سال 2020 درآمد سرانه در 160 کشور عضو رشد کند. حالا وضعیت کاملا برعکس شده. پیش‌بینی فعلی ما این است که 170 کشور شاهد رشد منفی درآمد سرانه باشند. اثرات رکود را می شود در بازارهای جهانی مثل بازار نفت دید. به گفته دبیرخانه اوپک، تقاضای جهانی برای نفت خام 15 میلیون بشکه در روز، یعنی تقریبا 15% کم شده. پزشکان بعضی از بیماران مبتلا به کرونا را بیهوش می کنند تا با دستگاه تنفس مصنوعی جانشان را حفظ کنند. بسیاری از دولت‌ها هم امیدوارند بحران فعلی اقتصاد تنها یک کمای موقتی باشد و با کاهش شیوع اقتصادها دوباره جان تازه‌ای بگیرند. کاری که در حرف ساده است و در عمل مشکل. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بحثی در این باره داریم با 2 مهمان، محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی سیاسی ایران از تهران با ماست، و همینطور علیرضا نامور حقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما. آقای سبزعلی پور، بیشتر شما از دولت انتقاد داشتید در گذشته، از عملکرد آقای روحانی، و معتقد بودید که نباید مصالحه صورت بگیره بر سر سلامت. الان آقای روحانی در نهایت تصمیم خودش رو گرفته گویا، و دولت، آیا اگر به ابعاد اقتصادی قضیه نگاه بکنیم راهی غیر از این داشتن؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. بله، دولت راه‌های مختلفی رو داشت و میتونست انجام بده، چه در سالهای گذشته که به فکر امروزها میبایست میاندیشید، و همین که در حال حاضر هم راههایی رو داره که یک دو سه شب پیش هم راجع به این قضیه با هم مفصل صحبت کردیم. آقای سبزعلی پور، گذشته ها رو فعلا بهش نمیپردازیم، به خاطر اینکه تقریبا تمام دولت هایی که ما ازشون اطلاع داریم یکه خوردند، غافلگیر شدند. الان در شرایط فعلی،
عرض میکنم خدمتتون که در شرایط فعلی راهکار داشتند، ایشون میتونستن استفاده بکنن، همچنان که تا الان اگر اعلام میکنن که با 20,000 تا بیمارستان به حساب تخت خالی داریم یا امکانات داریم، اینها به خاطر این هستش که به هر صورت خیلی ها به کمک دولت اومدن و دولت رو یاری کردن تو این قضیه که متاسفانه آقای روحانی اسمی از این یاری کنندگان هیچ وقت به زبون نمیاره و همش رو به نام دولت تمام میکنه. اما در حال حاضر همچنان که اون شب هم گفتم راهکار داره که امشب بهش اشاره نمیکنم، ولی با وجود این دولت اومده و برای خودش یک عددی رو درآورده و از رهبر کرد که از صندوق ذخیره ارزی پول برداره که خب خوشبختانه موافقت کردن و ایشون هم اون پول رو برداشته و بایستی دیگه بدون بهانه حداقل به کارهایی که نیاز هست بپردازه و مردم رو کمتر اجازه بده عذاب بکشن و هم به بحث درمانشون و هم به بحث معیشتشون به خوبی بپردازه. حالا اگر دیگه انجام نمیدن، نمیدونم که کجای کار ایراد داره و چی تو فکر آقای روحانی هست که من نمیتونم اون فکر رو بخونم. بحث سر این هستش که باید اراده وجود داشته باشه و این کار رو بکنه. پول هست، همه چی هست، امکانات هست، همه هم پایکارن. ایرانی هم الحمدلله رب العالمین هنوز اون ایرانیت خودشون رو از دست ندادن و عرق ایرانی بودنشون هست و پایکار ایستادن. تا الان هم هیچ فروشگاهی رو غارت نکردن، سر دستمال کاغذی هم سر همدیگه رو نشکستن. خوشبختانه خیلی از مردم عادی هم دارن به همدیگه حتی کمک زیرکی هم انجام میدن بدون اینکه جای اسمشون مطرح بشه، ولی به شرط اینکه دولت از این موقعیت ها به خوبی استفاده بکنه. آقای نامور حقیقی، شما چی فکر میکنید؟ با سلام خدمت شما جناب آقای سفلری پور و بینندگان محترم. ببینید، این یه جنگی است که جمهوری اسلامی باهاش روبرو شده. اصطلاح جنگ باید توجه کنیم، ابعادش شاید بزرگتر از ابعاد حتی جنگ باشه بنا به تبعاتی که داره. جمهوری اسلامی با بحران‌های متعددی همزمان همراه، مسئله تحریم اقتصادی، مسئله هسته‌ای، تنش‌های منطقه‌ای و همچنین چالش‌های مربوط به جانشینی و اختلافات درون بلوک قدرت. حالا در همچین وضعیتی تصمیمی که دولت داره می‌گیره به نظر می‌رسه تصمیم خود دولت نیست، تصمیم کل نظامه و نظام در حقیقت داره با یه تصویر بزرگ نگاه می‌کنه، نگاه جنگی داره می‌کنه. تو نگاه جنگی که نظام داره مطرح می‌کنه، اولا اینی که خیلی تلفات مهم نیست، یعنی شما بایستی به پیروز بشید. دوم این که جنگ با تداوم و امنیت نظام رو تداوم بده، یعنی امنیت نظام، بقای نظام منتهی موضوعی است که بایستی در این موضوع لحاظ بشه. در چنین دیدگاهی ظرفیت های نظام برای همین موضوع به کار گرفته میشه، نه اینکه مسئله سلامت مسئله جدی نیست. شما ببینید چون تو کشور ما مسئله جان آدم ها اینقدر مهم نیست. شما تصادفات جاده‌ای نگاه کنید، نحوه رسیدگی به سلامت آدم ها در استان های محروم مشکلات جدی داره. به هر حال با توجه به کم بوده بودجه، دولت توان این نداره که بخواد مثلا دو ماه اقتصاد تعلیل کنه. حالا مشکلی که وجود داره الان، دولت و نظام با یک منابع مالی روبرو هستن که این در اختیار سیستم نیست. ببینید، اگر یک قوه‌ای که آقای جناب مهمان محترم می‌فرمان باید با اقتدار عمل کنه، باید اختیار داشته باشه. دولت آقای روحانی در حوزه نظامی اقتدار نداره، در حوزه دسترسی منابع مالی اقتدار نداره و از همه مهمتر، شما ببینید منابع ستاد اجرایی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، اوقاف و بنیادهای مختلفی که وجود دارن، اینها از منابع کشور استفاده میکنن، از منابع بانکی استفاده میکنن و ولی دسترسی به امکانات مالی اونها در اختیار دولت نیست. خب اینا رو برای اگر اینا رو برای روز مبادا گذاشتن، درسته، روز مبادا الانه، اونا فکر میکنن روز مبادا موقعی است که یا درگیر میشن با آمریکا سر مسائل درگیری یا در موقع تغییر موقعیت سیستم باید امکان استیلا داشته باشن و برای اون پول لازم دارن، ولی واقعش اینه که الان مسئله سلامت جامعه است و اون نقطه الان همینه که باید اون پول رو خرج کنه. آقای علی پور، شما گفتید که نهادهای دیگه‌ای هم به آقای روحانی کمک کردن، آقای روحانی از اونها نام نبرده. آقای نامور حقیقی اشاره کردن که مثلا یکی از بحث‌هایی که مطرحه اینه که ستاد اجرایی فرمان امام یا مثلا نهادهای مثل آستان قدس چندان تمایلی به این ندارن که وارد ماجرا بشن، نهادهایی که ثروت زیادی رو در اختیار دارند.
ببینید، اینی که بحث فرمودید در خصوص اختیارات آقای روحانی، که آقای روحانی اختیاراتش خیلی زیاد نیست، من نمیدونم چرا یک سالی است که این بحث اختیارات این وسط خیلی پررنگ شده. ایشون روز اول که اومد کاندید ریاست جمهوری شد سال 92، یک آدمی بود که همه چیز نظام رو میدونست، میدونست کجا قرار داره، رئیس جمهورهای قبلی رو دیده بود و میدونست که چقدر یک رئیس جمهور تو مملکت ما اختیارات داره، میدونست رهبر کیه، رهبر چقدر اختیارات داره و آیا میشه این مملکت رو با وجود رهبر یا با وجود نهادهای دیگه اداره کرد یا نه. ایشون کلیدش رو در آورد جلوی همین ملت 70-80 میلیون ایران توی تلویزیون، گفت من با این کلید و با این اختیارات مملکت رو اداره میکنم به خوبی. حالا نمیدونم یه سالی چرا بالاخره این اختیارات کم شده. این از بابت اختیارات که بایستی روی اون جداگونه به حساب صحبت بشه. اما در خصوص نهادهای دیگه‌ای که صحبت شد و مهمان محترم برنامه هم اسم آوردن، باید عرض بکنم که توی این چند وقت گذشته‌ای که کرونا حادث شده، خیلی از همین نهادهایی که اسم آوردم، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، کمک‌های فراوانی رو دارن در سطح مملکت انجام میدن بدون اینکه کسی اجبارشون کرده باشه و خودشون مشتاقانه دارن انجام. شما خبرها رو نمیدونم نگاه میکنید یا نمیکنید، رصد بکنید تو همین خبرگزاری‌های خود دولت ببینید که چقدر در روز آستان قدس یا ستاد اجرایی فرمان امام تو مناطق دور و محروم دارن به هر صورت توزیع میکنن، لوازم بهداشتی، کارهایی رو انجام میدن. بنیاد برکت خود ستاد اجرایی فرمان امام داره مدرسه میسازه، خدمت شما عرض کنم بیمارستان، درمانگاه، نقاهتگاه، همه اینا رو دارن درست میکنن. اما چون تبلیغات آنچنانی روی اینها نیست، این سر صدا نیست. اما بحث اصلی دیگه اینجاست، مگه قراره که خدمت شما عرض کنم بنگاه‌های اقتصادی، چون بنیاد مستضعفان یک بنیاد اقتصادی است، فعلا باید کار بکنه، یه سری پول در بیاره، در یه جاهایی خرج بکنه، از جمله در خصوص جانبازان، یا اینکه ستاد اجرایی به عنوان یک نهاد اقتصادی است داره کار میکنه؟ مگه قراره مملکت ما رو وقتی که دولت داره نهادهای اقتصادی بزرگ بیان خرجش رو بدن؟ پس دولت نقشش این وسط چیه؟ اگر آقای ترامپ توی آمریکا نمیتونه خرج مردم رو بده، آقای جف بزوس و آقای بیل گیتس و آقای نمیتونن ریچارد برانسون رو باید بیارن بگن شما باید خرج مملکت رو بدین چون پولدار این مملکت هستین. اصلا این حرفا نیست، این حرفا رو که ما میزنیم یک سری از مردم باور میکنن واقعا که پول مملکت حتما تو دست اینهاست و اینا باید بیان توی مملکت خرج بکنن. بابا اینا یه بنگاه اقتصادی هست، بایستی کار بکنن، فعالیت اقتصادی خود. چند سال اینا دارن کار میکنن؟ 40 سال دارن کار میکنن. من نمیشه فقط تو دولت روحانی الان اینا سیبل حمله قرار گرفتن و به سمت اینها داره حمله میشه. چرا در زمان دولت‌های گذشته اینقدر راجب این قضایه و کمک اونها صحبت نمیشد؟ حالا آقای روحانی پول میخواسته، خودش برآورد کارشناسی کرده 1 میلیارد دلار، رفت 1 میلیارد دلار گرفت دیگه. حالا دردشون چی هستش که دوباره گیر دادن به سازمان‌های دیگه؟ بیاید پولتون رو بدید به ما، اصلا معنی نداره این قضیه. آقای ناور حقیقی، ببینید، اولا ایشون مقایسه میکنن ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان رو با جف بزوس و آمازون و این چیزا. اینا بخش خصوصی هن، اینا نهادهای عمومی هستن، اینا پولشون مال بیت المال بوده، تمام امکاناتشون مال بیت المال بوده، اینا از صندوق ستاد اجرایی، از صندوق توسعه ملی پول گرفته برای پروژه های نفتی، منابع بانکی دارن استفاده میکنن. حتی این اختیاراتی که دارن، امکاناتی که دارن، طبق قانون اساسی ما نداریم. آقای مطهری گفتن، ببینید، ستاد اجرایی فرمان در یه شرایط اضطراری در مورد اموال بلاصاحب ایجاد شد، نه اینکه الان یک سیستم بزرگی بشه، در هلدینگ بزرگی در حوزه‌های مختلف اقتصادی. حالا فرض کنیم داره فعالیت میکنه برای توسعه مملکت، مهم نیست. الان شرایط جنگیه، همه ظرفیت اینا باید در اختیار یه مجموعه باشه که برای سلامت مردم خرج بشه. هیچ چیزی مهمتر از سلامت و جان مردم نیست. اگر این منابع رو بخوان برای جاهای دیگه خرج کنن، در حقیقت به جان، به سلامت مردم بی‌اعتنا کردن. این یه نکته. نکته دوم در مورد آقای روحانی، من خودم بیشتر از همه انتقاد کردم. آقای روحانی کاراکترش، خصوصیتش این هست که کاری نداره بدن اجرایی، وزراش رو نمی‌بینه، استانداراش نمی‌بینه، کارشناسا رو نمی‌بینه. الان شورای شهر تهران سال اول دیدنش، هر چی تقاضا می‌کنه آقای روحانی نمی‌بینه. نظام پزشکی که کادر بهداشتی که پیش قرار این جنگه، باید اینا تو تصمیم‌گیری سهیم داشته باشن، آقای روحانی اونا رو بازی نمی‌ده. یعنی در این سیاستی که آقای روحانی در پیش گرفته، امروز نظام پزشکی هم هشدار داده. بنابراین از این بابت آقای روحانی در اداره کشور، در مدیریت کشور بسیار ناتوانه. در حوزه اقتصادی هم
یک پروژه ایست که واقعا علیه منافع ملی دارن خصوصی میکنن که بین خودشون تقسیم بشه. اما نکته بعدی که با توجه کنیم اینه که با تو تصویر بزرگ نگاه کنید، این مسئولیت نظام منابع مالی مربوط به نهاد اقتصادی نیست، اینا مربوط به متعلق به مردمه. الان زمان نیست که باید برای مردم هزینه بشه برای که سلامت مردم حفظ بشه. نه با توجه بکنیم که تداوم وضعیتی که بخوایم ما بگیم مردم بیان وضعیت رو عادی کنیم و جونشون به خطر بیفته، اون تصویری که میگم تصویر بزرگی تو جنگ تو عملیات میگن خب مهم نیست چقدر تلفات کنیم، مهمی که بلده رو فتح کنیم، اینجا کاربرد نداره. سیستم بین دو تا راه حل قرار گرفته، یه باید اصلاح ساختاری کنه در مشارکت بیشتر، واگذاری بخشی از قدرت به مردم، یا اینکه بره به تجمیع قدرت کنه که خب اون وقت در چشم انداز دراز مدت ایران با یک بحرانای جدی روبرو خواهد شد. آیه علیپور شما می‌خواستید چیزی بگید، بفرمایید. میخوام عرض بکنم خدمتتون که حالا بحث قیاس بیل گیتس با ستاد اجرای فرمان امام نیست، به عنوان اینکه یک افراد ثروتمندی هستن، اینم یک سازمان ثروتمندی است اینجا، ولی حالا اصلا بگیریم که این یک نهاد عمومی است، ثروتمنده، داره کار میکنه. هیچ وقت که ما برنامه نذاشتیم راجع به اینی که کارهایی که اینها دارن انجام میدن عامل منفعه و این پولها رو کجا دارن خرج میکنن، راجع به هیچ وقت صحبت نشده. پس بایستی راجع به این قضیه به طور مجزا صحبت بشه و کارهایی هم که واقعا اگر مثبت هست دارن انجام میدن که ما راجعش صحبت نکردیم شده، اونها رو هم بولد بکنیم و نشون بدیم. این در ارتباط با این قضیه. اما در ارتباط با اینی که اگر دوستان میفرمان این سازمان ها دوران جنگ باید بیان وسط، آیا مگه خود شما اگر خود اینها بیان وسط بر نمیگردید میگید، خود دولت هم میگه موازی کاری ممنوع. موازی کاری وقتی میگه ممنوع یعنی که هیچ سازمانی حق نداره خودش رأسا بیاد کاری رو انجام بده مگر دولت. خود دولت هم به این سادگی بر نمیتابه که کسی سازمانی بلند شه بیاد اینجا و بخواد رأسا کاری رو انجام بده. پس اگه فردا ستاد اجرای فرمان امام بیاد بگه آقا من هزینه پرسنل بیمارستان رو من میدم، خود همین دولت میگه آقا این دولت در دولت رو انداخته، من موردهایی رو سراغ دارم که طرف اومده کلی کمک کرده، کلی از جیب خودش هزینه کرده برده به زلزله زده ها بده، همین دولت زنگ زده بهش برگشته گفته که دولت رو انداختی واسه چی خودت داری این کار انجام میدی، مجبور شده بده و از طریق جای دیگه این کمک ها رو ببرن. یعنی به این سادگی اجازه. خب حالا که ما میگیم موازی کاری انجام نشه، باشه دولت میگه اینها کمک کنن، بیاد درست حسابی بشینه یک هزینه رو برآورد بکنه کارشناسی شده، بگه آقا برای درمان اینقدر پول میخوام، برای معیشت مردم که به مردم میخوام پول بدم 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان اینقدر پول میخوام، اینا رو بیاد بده. مطمئن باشید همین سازمان ها، همین آستان قدس، قرارگاه خاتم، ستاد اجرایی، حالا خدمت شما آستان قدس و حتی بخش خصوصی های کلانی که ما توی مملکت داریم که همین الان بخشی از همون کارا رو اونها انجام دادن که اسمشون نبوده، به خداوندی خدا با جان و دل میان واسه که آقای روحانی حاضر نیست اسم اونا رو، حتی نیروهای مسلح، حتی بسیج رو هم به زبونش بیاره. این رو اصلا من نمیپسندم، ولی مطمئن باشه همه پای کار هستن. فقط امیدوارم دولت هر چه زودتر قدم‌های درست و حسابی رو برداره و اینقدر مردم رو سردرگم نکنه، این بحثا رو خاتمه بده. آقای نامور حقیقی، ایران از نظر اقتصادی در شرایط سختی هست، تحریم‌های خرد کننده، مسائلی از این دست. اصلا میشه گفت که بر فرض اینکه نهادهای متعددی در داخل ایران بخوان هم همکاری بکنن، این فشارهای اقتصادی رو میتونن رفع بکنن و به دولت در زمینه درمان کمک بکنن با توجه به مشکلاتی که میبینیم در سطح جهان هست، فقط هم مربوط به ایران یا یکی دوتا کشور در منطقه نیست؟ ببینیم اولی چی بگم در مورد نهادهایی که ایشون فرمودند. این نهادها معلوم نیست که مثلا شما میلیاردها دلار اینا اموال و ثروت دارن، ولی مدیرانی که گذاشته میشه که دولت نمیذاره که، و کسی هم حتی رسیدگی نداره که آیا اون مدیری که گذاشتن میلیون ها دلار دیر دستش درست عمل میکنه یا نه. اموال عمومی باید حسابرسی باشه، نظارت باشه و گزارش منتشر بشه. این گزارش ها منتشر نمیشه، این نکته اول. اما در مورد سوالی که حضرت عالی فرمودید، بله ایران مثل همه کشورها بحران اقتصادی داره، تحریم داره، تنش بین‌المللی داره، بنابراین برای حل بحران باید کارهای اضافه کنه. اولین قدم ایران اینه که باید در حوزه تنش بین‌المللی اقدامات موثری برداره. خوشبختانه در 20 فروردین آقای روحانی قرار بود در مورد اینکه ما می‌خوایم اقدامات جدید در غنی‌سازی برداریم صحبت کنه که نکرد. گام مثبتی است در حوزه منطقه‌ای، به نظر می‌رسه که
یه مقدار ایران فریز کرده کارهاشو، باید با عربستان در مورد یمن تنش‌زدایی کنه. پس بنابراین تنش‌زدایی در حوزه بین‌المللی گام اوله. نکته دوم این که این منابعی که متعلق به این نهادهاست نه موازی کاری نیست، ایشون میتونه از صندوق توسعه صندوق توسعه به نظر من با تقاضای وام بیشتری بکنه. نکته بعدیش هم این هست که مشارکت افراد، گروه های کارشناسی در بروک قدرت میتونه اعتماد عمومی رو افزایش بده. جامعه احساس میکنه روند جدید ایجاد میشه، وگرنه با این روش در کوتاه مدت ممکنه موفقیت های جذب کنن، ولی در دراز مدت سیستم با بحران های جدی و خطرناک رو خواهد. سپاسگزارم از علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران از کانادا با ما، و همینطور محمدرضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از تهران. و دشمنی با ابعاد میکروسکوپی که وجودش ذره‌بین بر رفتار دولت‌ها در سراسر جهان انداخته. راه حل برای مقابله با این وضعیت در نظر گرفتن قرنطینه و تأکید بر اجرای فاصله گذاری اجتماعی، تقویت ضربتی سیستم درمانی و تزریق بودجه برای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها بوده. کشورها به فراخور ثروت و البته کارایی نظام سیاسی خودشون در سیاست گذاری و اجرای این سیاست ها موفق یا ناکام بودند. شماری از کشورها اما وارد این جریان نشدند. دست کم تا حالا سوئد یکی از این کشورهاست. از 3-4 هفته پیش که بسیاری از کشورها کم و بیش اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه رو شروع کردند، سوئدی ها راه خودشون رو رفتن و تقریبا هیچ تغییری در روند زندگی روزمره خودشون ندیدن. به نظر میرسه که دولت سوئد برای جلوگیری از شیوع کرونا توپ رو به زمین مردم کشور خودش انداخته. دولت به جای محدود کردن رفت و آمد و ممنوع کردن تجمعات، تنها از مردم خواسته تا خودشون برای جلوگیری از شیوع بیماری احتیاط کنند. در حالی که برای مثال همینجا در بریتانیا دولت از شهروندان خواسته از تجمع غیر ضروری بالای 2 نفر پرهیز کنند، در سوئد سینماها، رستوران‌ها، میخانه‌ها و دیگر مکان‌های عمومی مملو از جمعیت باقی مونده. ولی رفته رفته صدای اعتراض و نگرانی هم از داخل سوئد شنیده میشه. سوئد تا امروز 10483 مورد ابتلا به کرونا ثبت کرده. 899 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن و 381 نفر هم بهبود پیدا کردن. ولی روشن نیست که این آمار چقدر دقیقه. دلیل آمار پایین‌تر سوئد نسبت به کشورهای دیگه اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا و فرانسه پایین بودن واقعی موارد ابتلاست، یا اینکه آزمایش‌های کمتری صورت گرفته و بسیاری از مبتلایان شناسایی نشدند. در حالی که بعضی از مخالفان سیاست‌های قرنطینه در جهان از سوئد به عنوان یک مدل کم و بیش موفق در مهار کرونا بدون عوارض اقتصادی می‌گفتند، حالا نخست وزیر سوئد خودش اذعان کرده که دولتش چنان که باید درست عمل نکرده. اینتی تیلکت برا تلاش ما برای آمادگی کشور در جهت رویارویی با بحران‌های اینچنینی به اندازه کافی خوب نبوده و شواهدش برای همگان مشهوده. از همین روز که ما یک راهبرد امنیت ملی در پیش گرفتیم و در آن از تهیه آب آشامیدنی تا امنیت سایبری را مد نظر قرار داده ایم. همچنین مسئله بهداشت و سلامت عمومی را. آیا ما به اندازه کافی برای رویارویی با چنین بحرانی مجهز بوده ایم؟ ما کار را شروع کردیم. در این زمینه گفتگوی داریم با یک پزشک که در سوئد زندگی میکنه، دکتر ناصر احمدی، متخصص قلب و عروق از گوتنبرگ سوئد با ما هستن. آقای دکتر، شیوهی که الان در سوئد دنبال میشه از نظر شما بر اساس برنامه ریزی قبلی است یا اینکه اثر بیتوجهی؟ سلام بر شما و بینندگان عزیز بی بی سی فارسی. عرض کنم که شما دو مطلب هست اینجا. یکی اینه که برخورد سیاسی به قضیه، برخورد آقای نخست وزیر سوئد از نظر دیدگاه سیاسیشون و برخوردی که اپیدمیولوگ های سوئد و
سیستم پزشکی سوئد با این مسئله میکنه دو چیز کاملا جداست. اینی که ایشون میگن که ما آمادگی کامل نداشتیم برای این فاجعه، به نظر من هیچ کشوری آمادگی کامل نداشته. همه کشورها با کمبود ماسک، با کمبود وسایل ایمنی، با کمبود دستگاه ونتیلاتور و همه اینها روبرو بودن. منتها کشور سوئد تنها کشوری است که به طور صادقانه و دموکراتیک میاد این رو اذعان میکنه. من انتظار داشتم که کشورهای دیگه دنیا هم این کار رو به همین ترتیب انجام بدن. این از نظر سیاسی قضیه. از نظر پزشکی، خب اپیدمیولوژی سوئد و سیستم پزشکی سوئد شکل دیگری رو انتخاب کرده برای مقابله با این ویروس و این از نظر علمی غلط نیست. میشه بهش انتقاداتی وارد کرد، منتها شما هر کشوری با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خودش راهکردهایی رو که انتخاب میکنه برای مقابله با این ویروس باید احترامش گذاشت و پذیرفت. سوئدی ها این شکل از راه بوده که برای همین نکته توجه بکنیم، بیشتر تمرکز بکنیم، چون خیلی از کسانی که طرفداری کردن از این روش در سوئد گفتن که متناسب هست با فرهنگ و جامعه سوئد. چه مشخصه متفاوتی در فرهنگ و جامعه سوئد هست که روش مواجهه رو متفاوت کرده با کشورهای پیرامون اون یا سایر کشورهای اروپایی؟ ببینید، ما چند مسئله هست. یکی این که سوئد اولا حدوداً 200 ساله هیچ بحران اقتصادی یا بحران اجتماعی یا بحران جنگی آنچنانی بهش دچار نشده. این خب یک نوع ضعف هست به نظر من برای یک جامعه. ولی از نظر دیگه شما سوئد رو نگاه بکنید، حدوداً 10 میلیون جمعیت داره، در یک کشوری که بزرگتر از فرانسه است پخش شدن و خودش یک نوع فاصله جغرافیایی هست بین مردم. مثلا من الان در یک منطقه ویلایی زندگی میکنم، 4 تا همسایه دارم، دو تاشون رو تو خیابون ببینم نمیشناسمشون. اینه که این یه بره قضیه است. یه بره قضیه هم این هست که اینها یک نوع فاصله اجتماعی هم غیر از فاصله جغرافیایی در فرهنگشون دارن. و در ثانی این مردم به سیستم گوش میکنن. وقتی که سیستم پزشکی سوئد میگه که این کارها رو انجام ندید، خب انجام نمیدن. منتها مسئله بسیار مهم رو عرض بکنم، اونم اینه که این کار رو گزینه‌ای انجام دادن. یعنی مثلا از آدمایی که از افراد بالای 70 سال، اینا حق ندارن بیان بیرون از خونه هاشون. آقای دکتر، 30-40 ثانیه بیشتر وقت نداریم، پس با این حساب شما به عنوان یک پزشک خوشبینید، فکر میکنید که روشی که در سوئد داره دنبال میشه کار میکنه؟ به نظر من کار میکنه، منتها بعد از اینکه این فاجعه تموم شد میتونیم همه این ارزیابی ها رو بکنیم، ببینیم که کدوم کشور بهتر از اونای دیگه تونسته با این مسئله، با این فاجعه رو در روی بکنه. ممنونم از دکتر ناصر احمدی، متخصص قلب و عروق در گوتنبرگ سوئد با ما. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 1,800,000 نفر گذشته. بیش از 110,000 نفر هم جانشان را از دست دادند. در بریتانیا آمار جان باختگان از 10,000 نفر فراتر رفته. یک مشاور ارشد دولت بریتانیا گفته که این کشور ممکن است در نهایت بیشترین شمار قربانیان کرونا را در اروپا داشته باشد. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر که به علت ابتلا به کرونا بستری شده بود از بیمارستان مرخص شده. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. 10 روز در این بیمارستان، 3 روزش در بخش مراقبت‌های ویژه. معروف‌ترین بیمار مبتلا به کرونا در جهان، چه بسا قدرتمندترینشان، درمان شد و بیرون آمد. Good afternoon. I've today left hospital after a... این پیام بوریس جانسون پس از مرخص شدن از بیمارستان است. It's hard to find words to express my debt. نامزد باردارش توییت کرده که روزهای تاریکی را پشت سر گذارده. فعلا معلوم نیست نخست وزیر کی سر کارش می رود. برای بوریس جانسون و نامزدش امروز عید پاک خوبی است، اما پاپ برای اولین بار در عزلت دعای خیرش را نثار پیروانش کرد. شاید از اثر این دعا هاست که از همین امروز عید پاک ایتالیا دیگر پیشتاز مرگ و میر بر اثر کرونا نیست. جهنم کرونا به آمریکا منتقل شده.
آمریکایی‌ها سعی می‌کنند روحیه‌شان را بالا نگه دارند. خرگوش عید پاک نماد بهار و بازگشت زندگی است. جت‌های نیروی هوایی در هوا جولان می‌دهند تا روحیه میهنی را یادآوری کنند. سیاستمداران اما در فکر اقتصادی‌اند که فلج شده. 16 میلیون نفر کار خود را از دست داده‌اند. کنگره در فکر کمک دومی است به میزان 250 میلیارد دلار برای کسب و کارهای کوچک. رئیس جمهور که تصمیم گرفته بود تا 18 روز دیگر قرنطینه را پایان دهد، پس از تعطیلات عید پاک قرار است با دولت مردان و دانشمندان به شور بنشیند که آیا باید این زمان را تمدید کند یا نه. بیل گیتس مالک مایکروسافت روی واکسنی برای کرونا سرمایه گذاری کرده. امروز در برنامه صبحانه بی بی سی گفته که کی ممکن است این واکسن آماده شود. فکر کنم 18 ماه طول بکشه. اگه همه چی عالی پیش بره شاید یکم زودتر. یه مرحله آزمایشی هم باید بگذره، ولی دولت ها ممکنه تصمیم بگیرن که بدون طی این مرحله واکسن رو در اختیار عموم بذارن. اما 18 ماه زمان کوتاهی نیست، حتی برای اقتصاد بزرگ آمریکا که امروز از هالیوودش هم فریاد بلند شد که ما هم داریم ورشکسته می شویم. مرتضی فرهمند، بی بی سی. هفته مجموعه‌ای از تصاویر قدیمی مربوط به دهه 1320 در ایران رو براتون پخش می‌کنیم، همراه قطعاتی از ترانه‌های قدیمی مربوط به همون دوره. دومین قسمت از این مجموعه ایستگاه راه آهن تهران رو در سال 1322 نشون میده، زمانی که ایران در اشغال نیروهای متفقین بود. 5 سال قبل از ضبط این تصاویر راه آهن سراسری ایران به دست رضا شاه افتتاح شده بود. ترانه خزان عشق که جواد بدیع‌زاده در سال 1313 سرود این تصاویر رو همراهی میکنه. تهیه کننده تصاویر همکارم خشایار جنیدی است. سالهای خوشی که دست کم مردم از کرونا هیچ خبری نداشتند. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه و با سپاس از اینکه این برنامه رو تا آخر دیدید. باید یادآوری بکنم که میتونید بر روی یوتیوب ما و همینطور بر روی وبسایت ما باز هم این برنامه رو ببینید. شب و روز بر شما خوش.